جستجوی زمان از دست رفته، اثر مارسل پروست، کتاب دوم در سایه دوشیزگان شکوفا، بخش نخست پیرامون بانو سوان، اجرا محمد حسنپور، قسمت چهارم. دونر پا درباره مجله دو جهان هیچ کمکی به من نکرد، اما پرسش هایی درباره زندگی گذشته و تحصیلاتم و گرایش هایم پیش کشید که برای نخستین بار دیدم دربارهشان به گونه ای سخن گفته می شود که انگار دنبال کردنشان می تواند منطقی باشد، در حالی که تا آن زمان پنداشته بودم که به وظیفه باید با آنها مخالفت کرد. از آنجا که گرایشم به ادبیات بود، او هم مرا از آن بر نگردانید، برعکس درباره اش با احترام و به گونه ای سخن گفت که انگار بحث از شخصیت ستایش انگیز و جذابی باشد که آدم از محفل برجستش در روم یا در درست بهترین خاطره ها را دارد و حسرت می خورد از اینکه بر اثر گرفتاری های زندگی او را به ندرت می بیند. با لبخند کم و بیش بیپروایش به نظر می رسید غبطه لحظه های خوشی را می خورد که ادبیات به من خوشبختر و آزادتر از او ارزانی می داشت. اما تعبیرهایی که به کار می برد ادبیات را به شکلی بیش از اندازه متفاوت با آنی که من در کومبره مجسم می کردم به من نشان می داد و دریافتم که از دو دیدگاه حق با من بود که رهایش کرده بودم. تا آن زمان تنها دریافته بودم که استعداد نویسندگی ندارم. آنگاه آقای دونروپو میلش را هم از من گرفت. خواستم آنچه را که آرزویش را در دل پرورانده بودم به او بگویم. لرزان از هیجان سخت پایبند آن بودم که مبادا هر واژه‌ام تا حد ممکن صمیمانه ترین معادل آنچه حس کرده و هرگز نکوشیده بودم بیان کنم نباشد. نتیجه این که گفته هایم هیچ روشن نبود. آقای دونروپو در حالی که توضیحی به او داده می شد، شاید از سر عادت حرفه‌ای، شاید بر اثر آرامشی که هر آدم مهمی به خود می گیرد که از او نظر خواسته می شود، و چون می داند که اختیار بحث در دست او خواهد ماند، می گذارد مخاطبش بیتابی کند، دست و پا بزند، هرچه می خواهد تعلق کند. شاید هم برای به رخ کشیدن حالت سرش که رغم موهای بلند کنار شقیقه به گمان خودش یونانی بود، به چهرهش همان سکون مطلق نیمتنه باستانی و ناشنوایی را می داد که در موزهی با آن سخن گفته شود. صدای جناب سفیر که ناگهان چون ضربه چکش گرداننده حراجی یا آوای پیشگوی دلف پاسخ می داد، مخاطب را به ویژه از آن رو شگفت زده می کرد که از حالت چهرهش هیچ نمی شد گمان برد درباره آدم چه فکر می کند و چه نظری می خواهد بدهد. پس از آن که گذاشت در برابر چشمان بی حرکتی که لحظه ای ترکم نمی کرد، خوب من و من کنم، ناگهان به حالتی که ختم دادرسی را اعلام کند گفت: از قضا یکی از دوستان پسری داره که کم و بیش مثل شماست و از گرایش مشترک ما به همان لحن دلداری دهنده به سخن گفتن پرداخت که اگر نگرایش به ادبیات که به روماتیسم بود و میخواست به من نشان دهد که بیماری کشنده ای نیست، به همین خاطرم اون پسر ترجیح داد که دورسه محل وزارت خارجه فرانسه رو رغم اون که پدرش راهش رو اونجا خوب براش باز کرده بوده ترک کنه و بی‌اعتنا به حرف این اون مشغول نوشتن بشه. طبعا هیچ دلیلی هم برای پشیمونی نداره. دو سال پیش، البته اینو بهت بگم که طبعا از شما خیلی مسن‌تره، یه اثری منتشر کرده درباره حس ابدیت تو ساحل غربی دریاچه ویکتوریای نیانزا. امسال هم یه اثر دیگه، اما نه به اون اهمیت، با قلمی دقیق و گاهی نیشدار درباره تفنگ خودکار تو ارتش بلغارستان نوشته که او رو کاملا سرآمد همه کردن. تا اینجا راه خوبی رو طی کرده و آدمی هم نیست که وسط راه بیسته. اینو هم خوب میدونم که بدون اینکه البته بحث نامزدی مطرح باشه، دو سه باری به اسمش در رابطه با آکادمی علوم اخلاقی، اونم با لحنی که هیچ نامساعد نبوده اشاره شده. خلاصه شاید هنوز نشه گفت که به اعلای درجه رسیده، اما با تلاش زیاد تونسته خودشو به موقعیت مناسب و به موفقیتی برسونه که همیشه فقط نصیب آدمای شلوغ و پرمدعا و پشت هم اندازی که تقریبا همه کاراشون دستیزه بازیه نمیشه، با موفقیتش مزد زحماتش رو گرفته. پدرم که به همان زودی میدید من تا چند سال دیگر عضو آکادمی شدم، نفسی از سر خرسندی میکشید که آقای دونروپو آن را به اوج خود رسانید، هنگامی که پس از لحظه دودلی که انگار داشت پیامدهای حرکتش را برآورد میکرد، با دادن کارتش به من گفت: برید پیشش، بگید من شما را فرستادم، توصیه‌هاش به دردتون میخوره.
و با این گفته مرا دستخوش بیتابی همان اندازه دردناک کرد که اگر به من خبر داده بود که باید همون فردا به عنوان نوچه ناوی سواره کشتی بادبانی می شدم. عم لئونی گذشته از خیلی چیزها و اساسه بسیار دست و پاگیر، تقریبا همه دارایی نقدیش رو برای من به ارث گذاشته و بدین گونه پس از مرگش محبتی به من نشان داده بود که در زنده بودنش هیچ گمان نبرده بودم. پدرم که اداره این دارایی تا سن قانونی هم به عهده او بود، درباره برخی سرمایه گذاری ها از آقای دونورپوا نظر خواست. او برخی سهام با سود کم را که به نظرش از همه مطمئن تر بودند، به ویژه تثبیتی انگلیسی و 4% روس را توصیه کرد. گفت با این سهام درجه یک اگرم سود خیلی بالا نباشه، دست کم مطمئنی که سرمایه‌تون هیچ وقت افت نمی‌کنه. درباره بقیه پدرم در چند جمله به او گفت که چه سهامی خریده بود. دونورپوا به تبریک گویی لبخند نامحسوسی زد. مانند همه سرمایه داران دارایی را چیز غبت انگیزی می دانست. اما ظریف‌تر می دید که تنها با اشاره هوشمندانه‌ای که بفهمی نفهمی بیان می شد دارایی آدم را بستاید. از سوی دیگر خودش ثروت قولاسا داشت. به نظرش برازنده می آمد که نشان دهد درآمد کمتر دیگران را کلان می داند. البته با اتکای شادمانه و بی دغدغه بر برتری دارایی خودش. در عوض درباره ترکیب سهام پدرم که به گفته او خیلی خوش سلیقه، خیلی ظریف، خیلی حساس بود، بی پرده به او تبریک گفت. به نظرم می آمد که برای رابطه میان سهام بورس و حتی خود سهام ارزشی کم و بیش زیبایی شناختی قائل است. همانند کسانی که کتاب‌هایی را که آدم می‌پندارد تنها خودش می‌شناسد خوانده‌اند، درباره یک عنوان بورس که نسبتاً تازه و ناشناخته بود و پدرم به آن اشاره کرد، گفت آره، یه مدتی سرگرمیم این بود که در فهرست ارزش‌های سهام دنبالش کنم. بدک نبود. و این را با لبخند آمیخته با یادآوری لذت‌آمیز کسی گفت که مشترک مجله است و آخرین رمان پاورقی آن را خوانده است. به نظرم بد نیست که برای سهامی که به زودی اعلام میشه نام نویسی کنید. سهام جذابیه چون با قیمتهای مناسبی عرضه میشه. اما در بحث درباره سهام قدیمی تر، پدرم که عنوان آنها را خوب به خاطر نمی آورد چون با عنوانهای دیگر قابل اشتباه بود، کشوی را باز کرد و خود آنها را به جناب سفیر نشان داد. دیدنشان شیفته هم کرد. در آرایششان تصویر پیکان کلیساها و مضمون‌های تمثیلی همانند برخی نشریات رمانتیک قدیمی به کار رفته بود که پیشترها تماشا کرده بودم. همه چیزهای یک دوران شبیه همند. هنرمندانی که شعرهای دوره‌ای را مصور می‌کنند، همان‌هایی‌اند که شرکت‌های سرمایه‌گذاری به کار می‌گیرند و هیچ چیز به اندازه یک برگه سهام با نام سازمان آب، با چارچوب مستطیل و پرشاخ و برگی که چند رب و نوع رودخانه‌ای در برش گرفتند، یادآور برخی جزوه‌های نوتردام پاریس و آثار دونورپوا نیست که در پیشخانه خاروبار فروشی کمبره آویخته بود. پدرم از نوع ذهنیت من بدش می آمد. اما چون محبتش آن را به اندازه کافی تعدیل می کرد، در مجموع درباره همه آنچه می کردم مدارای کورکورانه داشت. از این رو بیدرنگ من را به آوردن قطعه نثر شاعرانه‌ای فرستاد که پیشترها در بازگشت از گردشی در کمبره نوشته بودم. در نگاشتن آن هیجانی به کار برده بودم که به گمانم باید به کسی که می‌خواندش منتقل می‌شد، اما گویا بر آقای دونورپوا اثری نگذاشت چون بی گفتن کلمه‌ای آن را به من پس داد. مادرم که به کارهای پدرم احترام بسیار می‌گذاشت آمد و شرمگینانه پرسید که آیا می‌تواند شام را بکشد. می‌ترسید بحثی را که نمی‌باید با آن پا می‌گذاشت قطع کند. و به راستی هم پدرم پی در پی تدبیرهای سودمندی را یادآوری می‌کرد که با مارکی تصمیم گرفته بودند در جلسه آینده کمیسیون از آنان دفاع کنند و این را با لحن ویژه‌ای می‌گفت که دو همکار در بیرون از محیط حرفه خود به کار می‌برند، آنگونه که دانش آموزان هم می‌کنند، چون عادت‌های حرفه‌ای خاطرات مشترکی برایشان پدید می‌آورد که دیگران نمی‌شناسند و پوزش می‌خواهند از اینکه در حضور آنان از آنها سخن می‌گویند. اما استقلال کاملی که اندام‌های چهره آقای دونورپوا یافته بود، امکان می‌داد گوش کند بیان که به نظر رسد می‌شنود. پدرم گیج می‌شد. پس از مقدمه چینی بسیار به دونورپوا گفت: قصد داشتم از کمیسیون نظر بخوام. آنگاه از چهره آن خوشنواز اشرافی که بی حرکتی نوازنده‌ای را داشت که زمان نواختنش فرا نرسیده باشد،
به آهنگی یک نواخت و با آوای زیری که گفتی جزان نمی کرد که جمله آغاز شده پدرم را به پایان ببرد که منتها ادامهش به ساز دیگری واگذاشته شده بود، این کلمات به گوش رسید. که البته باید بدون تأمل بخواین تشکیل جلسه بدن، به خصوص که یکی یک اعضا رو میشناسین و راحت میتونن بیان. بدی است که خود گفتش هیچ چیز خارق‌العاده‌ای نداشت، اما بی حرکتی پیش از گفته آن را با همان وضوح بلورین، همان غافلگیری کم و بیش شیطنت‌آمیز جمله‌های برجسته می‌کرد که در یک کنسرتوی موزارت پیانو که تا آن زمان ساکت بوده است با آنها به ویولونسل پاسخ می‌دهد. همچنان که به سوی میز می‌رفتم، پدرم برای جلوه دادن به من و با این فکر که علاقه‌مندی‌ام بتواند نظر آقای دونرپوا را درباره‌ام مساعد کند گفت: خب از برنامه امروزت راضی؟ و رو به دیپلمات کرد و با همان لحن فنی و اسرارآمیزی که انگار به یکی از جلسه‌های گذشته کمیسیون اشاره داشت گفت: امروز هفته و لابرما رو دیده. خاطرتون هست که با هم دربارش حرف زده بودیم؟ حتما خیلی مجذوب شدین، به خصوص اگه اولین بارتون بوده که صداشو شنیدین. جناب عبوی از اثر نامساعدی که این گردش کوچولو ممکن بود رو سلامت شما بذاره خیلی نگران بود، چون گویا یه کمی ضعیف و حساس هم هستین. اما من به ایشون اطمینان دادم تئاترای امروز دیگه اونی نیستن که همین 20 سال پیش بودن. صندلیا کم و بیش راحته، محیط تئاتر نوسازی شده، گویین که هنوز خیلی مونده که به پای آلمان و انگلیس برسیم که از این جهت و از خیلی جهات دیگه از ما فوق‌العاده جلوترن. خانم برما رو تو فدر ندیدم، اما شنیدم که عالی بوده. طبیعتاً شما هم حس کردین نه؟ آقای دونرپا هزار بار از من باهوشتر، بیشک به آن حقیقتی که من نتوانسته بودم از بازی لابرما بیرون بکشم پی برده بود و آن را برایم فاش میکرد. در پاسخ به سوالش باید از او خواهش میکردم بگوید این حقیقت چیست و او بدین گونه آرزویم را به دیدن لابرما توجیه میکرد. یک لحظه بیشتر در اختیار نداشتم، باید از آن بهره میگرفتم و پرسش هایم را به نکته های اساسی میکشاندم. اما کدام نکته ها؟ در حالی که همه توجه هم را در برداشت های بسگونگم متمرکز کرده بودم و هیچ دربند آن نبودم که آقای دونرپو از من خوشش بیاید یا نه، بلکه میخواستم مرا به حقیقتی برساند که میجستم، نمیکوشیدم به جای واژه هایی که نمییافتم تعبیرهایی از پیش آماده بنشانم. من و من می کردم و سرانجام برای اینکه وادارمش که بگوید چه چیز لابرما آلیس، اعتراف کردم که از او چندان خوشم نیامده بود. پدرم ناخشنود از اثر بدی که اعترافم به نفهمیدن می توانست بر آقای دونر پا بگذارد به صدای بلند گفت: نفهمیدم، چطور می تونی بگی خوشت نیومده؟ مادر بزرگت می گفت که حتی یک کلمه لابرما رو هم نشنیده نمی زاشتی، که چشمات از حدقه زده بوده بیرون، که تو همه تالار تو یکی این حالتو داشتی. خب آره، با دقت هرچی بیشتر گوش میکردم ببینم چه چیزش اینقدر عالیه. بدون شک هنرمند خیلی خوبیه. اگه خیلی خوبه دیگه چی میخوای؟ آقای دونرپا برای اینکه مادرم را از بحث کنار نگذاشته باشد و نیز برای آنکه به وظیفه وجدانیش در تعارف با خانم میزبان عمل کند، با ادب رو به او کرد و گفت: یکی از چیزایی که مطمئنا در موفقیت خانم برما دخیل بوده، سلیقه عالی که در انتخاب نقشاش به کار میبره و همیشه هم موفقیت قابل ملاحظه‌ای براش همراه آورده. به ندرت نقشای کم ارزش بازی میکنه. مثلا ببینید، رفته سراغ فدر. همین سلیقه رو تو لباس پوشیدن، تو شیوه بازیش هم داره. با اینکه برنامه‌های متعدد و خیلی موفقیت‌آمیز تو انگلیس و آمریکا اجرا کرده، ابتذال نمیگم جان بول، چون دست کم در مورد انگلیس دوره ملکه ویکتوریا غیر منصفانه است، اما ابتذال عموسام در رو اثری نذاشته. هرگز نه رنگای خیلی تون به تن میکنه، نه زیادی داد میزنه. بعدم صداش فوق‌العاده است و خیلی کمکش میکنه. او هم به نحو دلانگیزی، حتی میخوام بگم مثل یک موسیقیدان، اونو به کار میگیره. از زمان پایان گرفتن نمایش، علاقه هم به بازی لابرما پیوسته بیشتر شده بود، چون فشار و محدودیت‌های واقعیت را بیشتر تحمل می‌کرد. اما نیاز داشتم که برایش توضیحی بیابم. از این گذشته، در حالی که لابرما بازی می‌کرد، علاقه هم با شدت یکسانی همه آنچه را که او در تفکیک ناپذیری زندگی به چشمان و به گوش‌هایم عرضه می‌کرد دربر گرفته بود. هیچ چیز را جدا و مشخص نکرده بود. از این رو خوشحال بود از اینکه در ستایش هایی که از بی پیرایگی و خوش سلیقگی هنرمند می شد، علتی منطقی برای وجود خود می یافت. به نیروی جذب آنها را به سوی خود می کشید
آنها را همون گونه از آن خود میکرد که خوشبینی مردی که گیج از کارهای همسایش در آنها علتی برای مهربانی مییابد. با خودم میگفتم راسته، چه صدای زیبایی، هیچ هم داد نمیزنه، چه لباسای ساده‌ای، چقدر باهوش که فدرو انتخاب کرده. نه، هیچ هم دلسرد نشدم.